سرخط خبرها. احساس نیازی به برجام نمی کنید. جدال موافقان و مخالفان مذاکره با آمریکا یک روز مانده به تحلیف بایدن. فرمانده سپاه میگوید ایرانی ها بدون برجام هم زندگی میکنند. پیامدهای سقوط بازار سرمایه در ایران، رئیس سازمان بورس استعفا کرد. اعتراض هم ادامه دارد. کمتر از یک روز تا انتقال قدرت در آمریکا، ترامپ مشغول تهیه فهرست مشمولین عفو ریاست جمهوری است. شرایط ویژه امنیتی در پایتخت آمریکا. من سام فرزانه از واشنگتن گزارش میکنم. و جنجالی شدن ستاره‌های میشلین در سالی که بیشتر رستوران‌ها تعطیل بودند. سلام و عصر بخیر. یک روز مانده به تحلیف جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، بحث نحوه تعامل ایران با دولت آمریکا و آینده برجام همچنان داغ است. امروز حسن سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، گفت که نیازی به برجام نیست، چرا که به گفته او ایران بدون توافق هسته‌ای حیات خود را ادامه داده. همزمان مجلس شورای اسلامی از توضیحات محمد جواد ظریف وزیر خارجه قانع نشد و به او دو کارت زرد داد. بخشی از سوالها از آقای ظریف درباره مذاکره با آمریکا بود. فیروز اکبریان گزارش می‌دهد. واشنگتن یک روز مانده به مراسم تحلیف جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا. پایتخت شکل و شمایل نظامی دارد. آثار حمله دو هفته پیش طرفداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگره همچنان پیداست. و هزاران کیلومتر دورتر از آمریکا، اینجا در ایران، آثار و پیامدهای اقدامات دونالد ترامپ همچنان مایه اختلافات سیاسی است. برای کسانی که بحث و دغدغه این روزهایشان نحوه تعامل با ساکن بعدی کاخ سفید است. شما امروز احساس نیازی به برجام نمی کنید، چون بر اساس نبود آن حیات خود را شکل داده اید. رزاق ما خداست. مشابه حرف‌های یک هفته پیشش، جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای در سخنان اخیر رهبر ایران هم جا داشت. ما هیچ اصراری نداریم، هیچ عجله‌ای نداریم که آمریکا به برجام برگرده. اونچه که مطالبه منطقی ما و مطالبه عقلانی ماست رفع تحریم هاست. تمرکز ما اما همزمان حرفای امروز سخنگوی دولت حکایت از عجله تهران برای آمدن جو بایدن به قدرت دارد. شرور ترامپ به پایان راه خود خواهد رسید و آمریکا رئیس جمهور تازه‌ای خواهد داشت. رئیس جمهوری که فرصت دارد تا نماینده‌ای برای صدای بلند مردم آمریکا برای تغییر رویه‌هایی باشد که حداقل در 4 سال گذشته موجب تحقیر، آشفتگی و انزوای آمریکا شدند. دولت روحانی این روزها از سوی طیفی از سیاستمداران تندرو زیر فشار است. امروز وزیر خارجه‌اش برای پاسخگویی به نمایندگان راهی مجلس شد و در نهایت 2 کارت زرد گرفت. یکی از محورهای سوالات نمایندگان از محمد جواد ظریف علت به گفته آنها تلاش برای مذاکره با آمریکا بود. آقای ظریف گفت از نظر رهبر ایران برجام نه هنوز بوی گند می‌دهد و نه دفن شده. شما بپذیرید که اگر حضرت آقا می‌فرمان اینهایی که پشت میز مذاکره می‌نشینند همون تروریست‌های بغداد هستند، بنده که مجبورم در مقابل اینها بنشینم و با اینها گفتگو کنم، من همین رو درک می‌کنم و اگر لبخندی پشت میز مذاکره می‌زنم، اون لبخند برای این است که مقاومت مردم ایران رو در برابر زورگویی‌های اونها نشون بدن. یا زهرا سلام الله علیها. امروز نیروی زمینی ارتش رزمایش اقتدار 99 را در سواحل مکران شروع کرد.
در روزهای گذشته هم سپاه مشغول برگزاری مانور بود با آزمایش موشک‌های بالستیک. شاید پیامی به واشنگتن که ایران برای هر برخوردی آماده است. یک روز بیشتر نمانده که این مرد قدرت را در آمریکا به دست بگیرد. هر چقدر مقام‌های ایران بگویند برای برگشت او به برجام عجله ندارند، جو بایدن خوب می‌داند که باید خود را برای دست و پنجه نرم کردنی سخت با ایرانی‌ها آماده کند. برای اینکه چه امتیازهایی بدهد، چه امتیازهایی بگیرد. فیروزه اکبریان، بی بی سی. در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها به افت شدید ارزش سهام در بازار بورس تهران، حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس، از مقامش کناره‌گیری کرده. او در استعفانامه‌اش اقدامات سیاسی را عامل افت شاخص بورس دانسته. بعضی منابع اما خبر استعفای آقای قالیباف اصل را تکذیب کردند. شاخص کل بورس تهران که اواسط مرداد به نزدیک به 2,100,000 واحد رسیده بود، از آن زمان تقریبا نصف شده و امروز 1,150,000 واحد بود. هادی چاوشی، خبرنگار اقتصادی از روم با ماست. آقای چاوشی، شاید مهم این باشه سوال که در مملکتی که زیر شدیدترین تحریم هاست، چطور میشه انتظار داشت که شاخص بورس اصلا بالا بره؟ بله، شاخص بورس از نقطه اوج بالای 2,000,000 واحدیش تا امروز که 1,150,000 واحد شده، نزدیک 45% ارزش خودش رو از دست داده. ولی شاخص هم فراموش نکنیم هنوز 125% نسبت به اول سال 99 بالاتره. یعنی در واقع الان بورس داره یه مقدار از رشد شدیدی که امسال داشته رو به اصطلاح پس میگیره. خب اینو چجوری میشه توضیح داد؟ دقیقاً دلیل اصلی اون رشد شدید افزایش تولید اقتصاد ایران یا اونجوری که آقای روحانی تو اردیبهشت ماه میگفت وضع خوب بورس نبوده، چون میدونیم اوضاع اقتصاد ایران تو دو سه سال اخیر اصلا خوب نبوده. دلیل رشد شدید همه انواع دارایی ها، اعم از طلا و ارز و مسکن و همینطور سهام شرکت های بورسی، این بوده که فعالان اقتصادی انتظار داشتن با ادامه روند موجود تو اقتصاد ایران یه تورم خیلی شدیدی اتفاق بیفته. البته هیجانات هم چاشنی ماجرا شد و تشویق و ترغیب دولت هم مزید بر علت شد تا بورس به شدت رشد کنه. ولی الان با تغییر رئیس جمهور آمریکا و البته یه سری کارهایی که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی انجام داده، اون چشمانداز ابر تورمی فروکش کرده. بنابراین قیمت همه دارایی‌ها و از جمله سهام شرکت‌ها داره افت می‌کنه. بازم البته اینجا یه مقدار چاشنی هیجان رو داریم می‌بینیم. صحبت آقای قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس، که حالا گفته میشه استعفا کرده، اینه که اقدامات سیاسی باعث شده که این شاخص همچنان به طور متوالی طی ماه‌های گذشته همچنان رو به نزول باشه. ببینید، هم حرفای آقای قالیباف اصل، هم حرفای امروز رئیس مجلس یا بعضی مقامات دیگه که درباره تقصیر دولت تو این ماجرا حرف میزنن، یه مقدار سیاسی و شاید رویکرد پوپولیستی باشه. حتی این اعتراضایی هم که الان ما داریم میبینیم یه مقدار یادآور اعتراضاتیه که بعد از ماجرای مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اتفاق افتاد. دولت اون موقع جمع کردن ماجرای اون مؤسسات رو به عنوان یکی از موفقیت‌های خودش معرفی می‌کرد. ولی اقتصاددان‌ها بارها گفتن که اون کار واقعاً با موفقیت انجام نشد، چون اومدن با ایجاد یه حجم زیادی از نقدینگی‌های جدید که معناش تحمیل تورم به کل جامعه است، ضرر و زیان بخشی از مردم رو جبران کردن. البته اون تجربه هم شاید به کسایی که می‌خواستن وارد بورس بشن این سیگنال خطرناک رو داد که حتی اگرم ضرر کردی دولت میاد پولشو میده. اینا واقعاً تبعات هولناک سیاست‌هایی که شاید موقع اجرای اون سیاست‌ها به چشم نیاد، ولی بعداً دامنگیر اقتصاد ایران میشه. حتی چیزایی مثل بخشنامه وزیر صنعت درباره قیمت‌گذاری فولاد هم بیشتر یه جور تلنگر بوده که استارت ریزش بورس رو زده. و دلیل ریزش بورس باید جای دیگه ای جستجو بشه. آقای چاوشی، خیلی ممنون از شما. هادی چاوشی، خبرنگار اقتصادی از روم با ما بود. متشکرم از شما. چند خبر کوتاه داریم. گروهی از نمایندگان مجلس ایران از حسن روحانی، رئیس جمهوری، به دلیل ابلاغ نکردن بعضی از قوانین مصوب مجلس شکایت کردند.
در این شکایت به 13 قانون اشاره شده که با دستور رئیس مجلس در روزنامه رسمی منتشر شد. این قوانین از جمله در مورد حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، رئیس رسیدگی به دارایی مقامات، الزام دولت به پرداخت یارانه‌های اساسی و اقدام‌های متقابل ایران در ازای لغو نشدن تحریم است. اداره مهاجرات ترکیه اعلام کرده که محمد مساعد، روزنامه‌نگار ایرانی، به اردوگاه مهاجران منتقل می‌شود، اما بازگرداندنش به ایران مطرح نیست. در اعلامیه این اداره گفته شده که آقای مساعد یک شنبه شب به طور غیرقانونی وارد ترکیه شد و با اظهار نگرانی از خطر زندانی شدن در ایران درخواست مصونیت بین‌المللی کرد. در ایران او به خاطر گزارش‌هایش درباره عملکرد حکومت دو بار بازداشت شد. دادگاه انقلاب هم تابستان گذشته او را به 4 سال و 9 ماه زندان محکوم کرد. یک روز مانده به تحلیف جو بایدن و همزمان با شدت گرفتن آمادگی‌های امنیتی، دونالد ترامپ آخرین روز کاریش را به عنوان رئیس جمهور آمریکا سپری می‌کند. با توجه به قطع دسترسی او به توییتر و شبکه‌های اجتماعی دیگر، اطلاعات زیادی از آخرین برنامه‌های او در دست نیست، ولی گزارش شده که او در حال بررسی فهرستی است از نام‌هایی است در آخرین روز کارش برایشان عفو ریاست جمهوری صادر کند. همکارم سام فرزانه از واشنگتن با ما. سام، بیشتر بگو از به اصطلاح آمادگی‌هایی که داره انجام میشه برای مراسم تحلیف فردا. ما همونطور که توی روزهای گذشته گزارش کردیم، شهر واشنگتن هر روز داره بیشتر شبیه یک منطقه امنی میشه که نظامیان دارن ایجاد میکنن برای اینکه نمیخوان اتفاقی که روز ششم ژانویه روی داد در آمریکا و حمله‌ای که شد به کنگره آمریکا، یک بار دیگه چیزی حتی شبیه اون اتفاق بیفته. در یکی دو روز گذشته حتی آتشی که در گوشه ای از شهر روشن شده بود و یک مقداری از دست خارج شده بود، میزان اون آتش باعث شد که بسیاری در این شهر هول بشن، برن در موقعیت دفاعی و بخوان سعی بکنن که حفاظت بکنن از کنگره، از کاخ سفید. همین وضعیت رو اینو توی شهر هم میشه دید. اگر کسی اینجا تردد بکنه، از مغازه‌هایی که تخته زدن جلوی اونها، از فروشگاه‌هایی که تعطیل هستن، حتی پارکینگ‌ها تعطیل هستن در مرکز شهر، جایی که الان ما هستیم، و این در کل شهر میشه این حس رو دید. معمولاً در زمانی که مراسم تحلیف میخواد در واشنگتن انجام بشه، بخشی از این اتفاق ها میفته. امسال یک مقداری بیشتر از قبل هست و یک چیز دیگری که امسال مشاهده شده اینه که بیشتر از قبل در حال بررسی سوابق کسانی هستند که در نیروهای نظامی و امنیتی آمریکا هستند، برای اینکه مطمئن بشن این افراد تعلقات خاطری به گروهایی که میخوان اغتشاش بکنن ندارن و اینکه اونها به خود به خود دست به اقدام نمیزنن که مثلا بخوان اقدامی علیه رئیس جمهوری منتخب بکنن یا معاونش یا افراد دیگری که حالا اومدن برای اینکه چنین روزی رو درش حضور داشته باشن. برخلاف دوره‌های قبل هم که معمولاً مردم حضور گسترده‌ای داشتن و پر می‌شد این شهر از کسانی که برای جشن گرفتن اومدن رئیس جمهوری جدید می اومدن به این شهر، امسال قراره که چنین خبری نباشه و در سالی که کرونا بسیاری از کسب و کارها، از جمله کسب و کارهای هتل‌ها رو درش برش تاثیر گذاشته، امسال می‌بینیم که یک همچین موقعیتی که میتونست کمکی هم بکنه به کسب و کارهای شهر واشنگتن، اون هم ازشون گرفته شده. برنامه آقای ترامپ چیه فردا؟ آقای ترامپ حدود ساعت فکر کنم 8-9 صبح که دیگه از واشنگتن خواهد رفت احتمالاً و او نمیمونه برای مراسم، ولی معاونش آقای پنس که در روزهای گذشته میبینیم که بیشتر در نقش یک رئیس جمهور ظاهر شده و سعی کرده که اداره امور رو به دست بگیره، همینطور مسائل امنیتی کشور رو در دست بگیره، آقای پنس
شرکت خواهد کرد در مراسم. بیش از یک قرنه که در آمریکا رسم است که رؤسای جمهوری شرکت میکنند در مراسم تحلیف کسی که جانشین اونها میشه، ولی خب آقای ترامپ تصمیم گرفته که چنین کاری رو انجام نده. در ضمن این هم میدونیم که در این آخرین روز، مثل خیلی از رئیس جمهوریای دیگه‌ای که در آمریکا بودن، آقای ترامپ احتمالاً گروهی رو عفو خواهد کرد. باید ببینیم که چه کسانی خواهند بود. گزارش هایی که الان بیرون میاد حاکی از اینه که حدود 100 نفری میشن کسانی که قرار شامل عفو ریاست جمهوری بشن. بسیاری از اسمهایی که اسمهای مطرحی بودند به نظر میرسه که دیگه حضور ندارن توی لیستی که آقای ترامپ قراره که امضا بکنه عفو اونها رو. سام، خیلی ممنون از شما. سام فرزانه اینجا از واشنگتن با ما. خیلی ممنون. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. یک روز مانده به آغاز ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا، در ایران فرمانده سپاه پاسداران گفته مردم نیازی به توافق هسته‌ای ندارند. وزیر خارجه ایران هم از مجلس به خاطر تلاش برای مذاکره با آمریکا کارت زرد گرفت. با ادامه تلاطم بازار بورس در ایران و اعتراض سرمایه‌گذاران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار این کشور استعفا کرد. در ادامه این برنامه، رستوران هایی که زیر سایه کرونا ستاره گرفتند. قطر میگوید از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خواسته با ایران وارد مذاکره شود. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، به شبکه خبری بلومبرگ گفته سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس هم خواهان گفتگو با ایران هستند. قطر که اخیراً رابطه‌اش را با سه کشور عربستان، بحرین و امارات متحده عربی از سر گرفته، به نظر می‌رسد که می‌خواهد آنها را با ایران آشتی دهد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. رابطه قطر با ایران رابطه خوبی است. حالا قطر میگوید حاضر است رابطه ایران را با بقیه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم به رابطه خوبی بدل کند. رابطه خود قطر با سه کشور عرب حوزه خلیج فارس از 3 سال پیش شکراب شده بود. عربستان، امارات و بحرین در این مدت با قطر قطع رابطه کرده بودند، چون میگفتند قطر به ایران نزدیک است. حالا که روابط آنها با قطر به حالت قبل برگشته، وزیر خارجه قطر به شبکه خبری بلومبرگ گفته که می‌خواهد همه دور یک میز بنشینند و مذاکره کنند، چیزی که قطر قبلا هم خواسته بود. اما شروع چنین مذاکره‌ای شاید با وجود دونالد ترامپ بر مسند ریاست جمهوری آمریکا کار سختی بود. اما حالا که تکه کلام دولت بایدن هم مذاکره است، تکه کلام قطر هم همین است. قطر متحد آمریکاست، دوست ایران است و حالا همسایه خوب برای کشورهای عرب منطقه. همه اینها قطر را در موقعیتی استثنایی برای میانجیگری قرار می‌دهد. اما هنوز برای جشن آشتی کنان زود است. عربستان تمایلی به مذاکره با ایران ندارد. حتی هفته پیش که رابطه اش را با قطر از سر گرفت، گفت حالا بهتر می‌توانیم در مقابل ایران بایستیم. ما با عربستان ایران هم عجله برای رفاقت با عربستان ندارد. اما در خاورمیانه ورق‌ها زیاد برمی‌گردد. برای روابط اسرائیل با کشورهای عرب چنین شد. حالا که ورق در آن سوی دنیا در آمریکا هم برگشته، زمینه برای سناریوهای تازه فراهم شده. سیاوش اردلان، بی بی سی. علی دایی، ستاره سابق فوتبال ایران، به تازگی مصاحبه‌ای با نشریه کیکر آلمان انجام داده و در آن از مسائل مختلفی از جمله پیشنهاد پیوستن به کادر فنی باشگاه اورتون در انگلیس صحبت کرده. باشگاه اورتون در شهر لیورپول چند سالی است که زیر نظر مالک ایرانی فرهاد مشیری فعالیت می‌کند و امسال در لیگ برتر نتایج خوبی گرفته و از تیم‌های بالای جدول است. پوریا جعفری، خبرنگار ورزشی ما از لندن با ماست. پوریا، اگر این اتفاق بیفته که نمی‌دونیم این مذاکرات تا کجا پیش رفته، تجربه خوبی خواهد بود برای آقای دایی.
تجربه استثنایی، نه تنها یکی آماده ترین تیم های فوتبال انگلیس و جهان هست الان اورتون، بلکه مربی و کادر فنی فوق العاده ای داره. فکر نمی کنم از نظر افتخار الان بالای کارلو آنچلوتی ایتالیایی وجود داشته باشه، کسی که هم قهرمان لیگ قهرمانان شده، تو انگلیس با چلسی قهرمان شده، تو فرانسه با پاریس سن ژرمن، تو اسپانیا با رئال مادرید و همینطور تو ایتالیا با میلان و یوونتوس. اصلا این یکی از بهترین مربیای دنیاست، ولی مشخصا این افراد هر چقدر هم که رابطه خوبی با آقای مشیری داشته باشن، مالک ایرانی تیم اورتون، به این سادگی نیستش رفتن توی کادر فنی اونها. و اگر که قراره که همچین شرایط رو واسه علی دایی در نظر بگیرن، یک تجربه استثنایی خواهد بود که کمتر مربی ایرانی قبلا براش اتفاق افتاده. و البته این نکته رو هم بگم که علی دایی معمولا توی ایران شوق بهش میدادن، تو لیگ برتر تو تیم‌های مختلف از سواباتی و سایپا و پرسپولیس و جاهای دیگه گرفته، ولی که از موقعی که با این سردار غفور یا همون مصطفی مدبر مسئله پیدا کرد، که خودشون هم اردبیلی بودن با هم دیگه سر سابقه ایشون در نهادهای امنیتی، الان یه حدود 2 سالی هستش که هیچ شغلی تو ایران بهش ندادن. این صحبت پیوستن به اورتون و جای دیگری گزارش شده ازش یا نه فقط همین مصاحبه است در مجله کیکر؟ فقط همین مصاحبه است توی کیکر. ولی که علی دایی کلن آدمی نیستش که بخواد بیاد لاف بزنه یا یک مسئله رو علکی مطرح بکنه، به خصوص این که توی این مصاحبه قسمت‌های مختلف دیگه‌ای داره از زندگی خودش تو آلمان و اینکه چقدر به فرهنگ آلمانی و نوع زندگی تو آلمان چیزهای زیادی رو یاد گرفته و وابسته بوده در اون دورانی که در آلمان بازی می‌کرد صحبت کرده. کل مصاحبه اصلا اصلش به خاطر یه چیز دیگه‌ای انجام شده، که قبل از اینکه اون نکته رو بگم، یک مسئله‌ای هم راجع به در هواپیما بودن با آقای احمدی نژاد هست، موقعی که ایشون رئیس جمهور ایران بودن، و که آقای دایی ترجیح داده که کنار آقای احمدی نژاد نشینه به خاطر اینکه دوست نداره سیاست کاری رو و می‌خواسته که بیشتر با مردم باشه. ولی کل این مصاحبه بیشتر به خاطر رکورد گل‌های ملی انجام شده، که همونطور که می‌دونید علی دایی با 109 گل زده بهترین گلزن ملی در دنیاست هنوز که همین لحظه که داریم صحبت می‌کنیم، و کریس رونالدو با 102 تا گل در تعقیب اون هست. و دایی گفته که چقدر احترام زیادی برای رونالدو قائله، به نظر اون بهترین بازیکن تاریخ رونالدو، و اگه قرار کسی رکورد اونو بشکنه حتما که باید رونالدو باشه. و جالب اینجاست، اینو سعی اضافه بکنم، که چند سال پیش وقتی که من رفته بودم پرتغال قبل از بازی ایران و پرتغال در جام جهانی که گزارشی درست بکنم، اونجا با فامیلای رونالدو که صحبت می‌کردم و مسئولین موزه و مردم پرتغال، همه خیلی احترام زیادی برای دایی قائل هستن و همه دنبال این هستن که رونالدو این رکورد رو بتونه بشکنه، که احتمالاً از موقعی که کرونا تموم بشه و بازی‌ها سرگرفته بشن، دوباره بازی‌های ملی پیش بیاد، فرصتش خواهد بود برای کریس رونالدو که این 7 گل رو جبران بکنه و به دایی برسه. امیدواریم. پوریا جعفری، خیلی ممنون از شما، از همینجا از لندن با ما بود. چند خبر کوتاه داریم. طالبان دیشب به پایگاه‌های امنیتی در ولایت قندوز در شمال شرقی افغانستان حمله کردند. وزارت دفاع افغانستان گفته 4 سرباز ارتش در این حمله‌ها کشته شدند. این در حالی است که طالبان تعداد کشته‌های نیروهای امنیتی را 10 نفر ذکر کرد. مقام‌های محلی هم دست کم در 1 مورد از کشته شدن 15 نفر گزارش دادند. دبیر کل سازمان ملل متحد از اسرائیل خواسته صدور مجوز برای ساخت 100 خانه جدید در شهرهای یهودی نشین کرانه باختری را متوقف کند. آنتونیو گوترش گفته که این اقدام مانع بزرگی در راه رسیدن به صلح عادلانه و پایدار با فلسطینی‌ها ایجاد می‌کند. دولت اسرائیل 2 روز پیش طرح ساخت 780 خانه جدید در سرزمین‌های اشغالی را تایید کرد. در بریتانیا دانشگاه آکسفورد مؤسسه پژوهشی برای مقابله با مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها ایجاد میکند. هدف این مؤسسه که با کمک 130 میلیون دلاری شرکت بریتانیایی اینیوس ایجاد میشود، تولید داروهای جدید و ترویج فرهنگ استفاده درست از آنتی بیوتیک هاست. دانشمندان میگویند مصرف بی‌رویه و نادرست آنتی بیوتیک ها موجب می شود تا اثر بخشی آنها به تدریج کاهش یابد، و این یکی از بزرگترین تهدیدها علیه سلامت مردم جهان است.
در بریتانیا موج دوم کرونا فشار زیادی بر بیمارستان‌ها و کارکنان نظام بهداشتی این کشور NHS وارد کرده. بیمارستان رویال لندن به بی بی سی اجازه دسترسی به بخش مراقبت‌های ویژه‌اش را داده و فتانه فرج‌اللهی با پزشکان و پرستاران این بخش گفتگو کرد. قبل از بحران کرونا بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان رویال لندن ظرفیت پذیرش 44 بیمار را داشت. بعد از شروع همه‌گیری این ظرفیت را تا دو برابر بالا بردند و زمان اوج بیماری در تابستان پذیرای 88 بیمار بودند. امروز 140 بیمار اینجا بستریه، بیش از 3 برابر ظرفیت اولیه این بخش و این تعداد هر روز بالاتر میره. فشار زیاد روی همه هست، روی تمام پزشکا، روی نرسا، مخصوصا روی نرسا که خب ما همیشه یه مریضی که به دستگاه تنفسی وصله یه نرس باش هست، ولی الان به مرحله رسیده که یه نرس اینتنسیو که از 4 تا مریض مواظبت میکنه و خب کسای دیگه اومدن که دارن کمک میکنن به ما، گروه های مختلف اومدن، حتی جراح ها و تمام پزشکای دیگه از جاهای دیگه بیمارستان اومدن دارن به ما کمک میکنن، کارهای نرسا رو انجام میدن و به ما تو کارهای پزشکی هم انجام میدن. نسخه کامل این گزارش رو در برنامه 60 دقیقه امشب میبینید. با اینکه خیلی از رستوران‌ها در یک سال گذشته به خاطر همه‌گیری کرونا تعطیل بودند، ستاره‌های میشلین به بعضی از آنها اهدا شده. برگزار کنندگان گفتند ناعادلانه بود اگر به رستوران‌هایی که با روش‌های خلاقانه خود را سرپا نگاه داشتند این جوایز معتبر اهدا نمی‌شد. گزارش ریچارد فارست رو می‌بینید. سیلویان ساندره آشپز این رستوران در حال تهیه پیشغذای مخصوصش، سوپ گل کلم با تزیینی از وانیل. با اینکه از معدود دفعاتی است که این غذا را تهیه می‌کند، سال بسیار سختی را پشت سر گذاشته. غذاهای بیرونبر خراب شده و براننده‌های بیرونبر دستمزد خوبی نمی‌دن. این رستوران‌ها تاریک و کثیفن ولی خیلی پر رونق هستن، ولی رستوران‌های درست حسابی بسته موندن. این وضعیت به فرهنگ و روحیه ما آسیب می‌زنه. سیلویان بعد از سفر به پرو، ژاپن، تایلند و لبنان وارد عرصه آشپزی شد. او امیدوار است که جایزه میشلین موجب رونق گرفتن دوباره رستوران ها شود. اما بعضی با این دیدگاه مخالفند. خیلی برام عجیبه. بیش از 6 ماهه که رستوران ها تعطیلن و با وجود قوانین منع آمده شد و سختگیری های بهداشتی، داوران میشلین چطوری تونستن این رستوران رو بررسی کنن و به ستاره بدن؟ اما مسئولان این مراسم که در برج ایفل و به صورت مجازی برگزار شد اصرار داشتند که این مراسم حتما باید برگزار میشد. بدون شک امسال سال سختی بود. بازرسان ما باید خودشون رو با شرایط وقف میدادن و همکاران بین المللی هم کمکمون میکردن و در نهایت بازرس ها موفق شدن امسال هم به تعداد سالهای گذشته غذا امتحان کنن. برگزار کنندگان میشلین امیدوارند که با باز شدن دوباره رستوران‌های خالی مثل فلور د پیو، ستاره‌های آن بتوانند دوباره مشتری‌ها را به آنجا جذب کنند و تمایل به خوردن خوراکی‌های لذیذ را در آنها حفظ کنند. ریچارد فارست، بی بی سی نیوز. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. اینم اشاره کنم که فردا مراسم تحلیف رئیس جمهوری آمریکا را در بی بی سی فارسی ما در برنامه ویژه دنبال خواهیم کرد. با ما باشید. ممنون از همراهی شما.